شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امهای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر، امروز نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصانقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می‌دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده ایم. قیام کرده ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می‌کنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان، اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من میفتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می دارند، زیرا من نیز وارث راه آنان هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. رسول مشکین فام، 4 خرداد 1351.